همراه هستیم با آقای دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا. سلام، وقتتون بخیر. آقای دکتر افضلی، دلیل این رفتارهای طالبان در قبال شیعیان و عزاداری‌های آنان چیست و آیا امیدی برای بهبود این وضعیت وجود دارد؟ با سلام خدمت شما و بینندگان گرامی، عرضم به حضور شما که در واقع گروه طالبان همون گروه دهه 90 هست که به قدرت رسیدند، یعنی تفاوتی نکردند و تحول یا تغییری در اونا نیومده. در واقع اگر هم تحولی اومده، تحولات جهانی و مسائل اجتماعی بوده که اتفاق افتاده نسبت به دهه 90، یعنی 30 سال پیش. و این گروه چنان یک گروه تندرو و افراطی هست و افکار سلفی و وهابیگری در بین اونها به شدت وجود داره و به همین دلیل هست که در واقع بین گروه های داعش و سایر گروه های تندرو و طالبان تفاوتی وجود نداره. تنها تفاوت در این هست که گروه طالبان امارت اسلامی را ایجاد می کنند و خواهان اون هستند و گروه های دیگه مثل داعش حکومت خلافت را می خواهند. در واقع در ماهیت تفکر و ایدئولوژی اونها هیچ تفاوتی وجود نداره. به همین دلیل این واضح است که اونها باید مخالفت بکنند و به دلیل اینکه در دوره جدیدی که طالبان به قدرت رسیدن نمیخواهند جامعه جهانی یک باره در برابر اونها قرار بگیره، بسیاری از قوانینی رو که میخواهند اجرا بکنند با گذشت زمان و به مرور زمان اجرا میکنند و ما انتظار داشتیم که این محدودیت ها همچنان بیشتر بشه و در آینده هم افزایش پیدا بکنه، چون این ماهیت این گروه های تندرو همین هست و در واقع اینها اصلا با مذهب یا شیعیان هیچ نوع سنخیت و ارتباطی ندارن. بله. هیچوی که اینها تمام تلاششون و یکی از فعالیت‌هاشون مبارزه با جامعه تشیع هست. سپاسگزارم از توضیحاتتون. دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا.